بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی سلام وقتتان بخیر شاگردای خوب سنف هفتم امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه درس گذشته ایتانا به خوبی مطالعه کرده باشید و با یک دیگه در نهمین جلسه از مضمون بیولوژی سنف هفتم هستیم ابتدا یک ارزیابی داشته باشیم با یک دیگه از درس گذشته و بعد با هم درس جدید امروز بخوانیم. خب شاگردای خوب امروز سوالایی که از درس گذشته ما برای شما عزیزان آوردم در قالب جملات صحیح و غلطه همونطور که در جلسات گذشته هم برای شما عزیزان گفتم زمانی که سوالات به صورت جملات صحیح و غلط میایه شما دقت بیشتری را باید داشته باشین تا مفهوم او جمله را به درستی درک کنین سوال اول تقسیم میتوسیس در حجرات جسمی و میوسیس در حجرات جنسی رخ میده خب به نظر شما این جمله صحیح است یا غلط آفرین به او شاگردایی که گفته ای جملات صحیح است چون تقسیم میتوسیس مخصوص هجرات جسمی و میوسیس مخصوص هجرات جنسی است سوال دوم محصول تقسیم میوسیس دو حجره به نام گامت است حال شما باید در این سوال هم به نام او حجره دقت کنید و هم به تعداد هجرایی حجراتی که در پایان او تقسیم به وجود می آید. اینجا گفته شده محصول تقسیم میوسیس دو حجره هست و نامش گامت هم. خب کلمه گامت صحیح هست چون که همونطور که در جلسات گذشته ما گفتیم تقسیم میوسیس در حجرات جنسی اتفاق میافته و حجرات دختری به وجود آمده گامد نام داره اما اگه دقت بکنین اینجا کلمه دو آمده دو حجره در صورتی که ما و شما قبلا گفتیم که در پایان تقسیم میوسیس ما از یک حجره مادری چهار حجره دختری به نام گامت داریم پس چون در این سوال یک بخشش صحیح و یک بخشش غلط هست ما این سوال غلط حساب میکنیم سوال سوم در پایان تقسیم میوسیس حجرات دختری 23 عدد کروموزوم دارد آفرین به شاگردایی که گفتن این جمله صحیح هست چون که اینجا دیگه به تعداد حجره ها اشاره نشده بلکه به تعداد کروموزوم های حجرات دختری اشاره شده که همونطور که در جلسات گذشته گفتیم در تقسیم میوسس تعداد حجرات نصف میشه حجره مادری 46 کروموزوم داره که وقتی تقسیم میوسس به اتمام میرسه یا تمام میشه حجرات دختری هر کدام 23 کروموزوم دارند، اما تا تقسیم میتوسیس تعداد کروموزوم ها تغییری نمی کرد. خب این جمله ای ما و شما صحیح هست سوال چهارم در پایان تقسیم میوسیس چهار حجره هم اندازه به وجود می آید ما در این جمله هم باید به تعداد حجره دقت کنیم و هم به اندازه حجراتی که به وجود می آید شاگردایی که جلسه گذشته درس به خوبی و با دقت گوش کردن و یاد دارند که من یه نکته در پایتخته برای شما گفتم و گفتم شاگردان عزیز دقت کنید که در تقسیم میوسیس در زنان حجراتی که به وجود می یک اندازه نیست اما در مردان هر چهار گامت یا هر چهار حجره از نظر اندازه با یکدیگر مساویه اما چون در اینجا کلمه تقسیم میوسیس در زنان یا مردان به کار نرفته گفته یا گفته نشده ما میاییم و ایر کلی در نظر میگیریم پس این جمله ما و شما غلط هست چون که در تمام تقسیم میوسس چهار حجره هم اندازه نیست سوال پنجم محصول فرایند لقاه گامت 46 کروموزومی است خب حالا ما و شما باید در چه چی چیزایی در این جمله دقت داشته باشیم اولا که در فرایند لقاح حجره به وجود آمده 46 عدد کروموزوم داره چون که ما گفتیم میوسیس در بدن والدین اتفاق میفته و هر کدام از والدین ما 23 عدد کروموزومه به فرزندان نسل بعد خودشان انتقال میدن ما 23 عدد کروموزوم از پدر و 23 عدد کروموزوم از مادر دریافت می کنیم پس در حجرهی که به وجود می در نتیجه لقا 46 عدد کروموزوم است. اما نکته ای که در این سال هست کلمه گامت هست ای گامت باعث شده که ما و شما ای جمله را باید غلط حساب کنیم چون که محصول فرایند لقا زایگوت نام داره اینا را خوب خوب دقت کنید بچه ها زایگوت محصول فرایند لقاه است اما گامت محصول فرایند تقسیم جنسی یا میوسس هست خب این از سوالات درس گذشته ما و شما مراحل تقسیمات از تقسیمات آمیتوسیس، میتوسیس و میوسیس که امروز میخوانین یکی از مهمترین بحث های علم بیولوژی هست که چون شما امسال در سنف هفت هستین و پایه علم بیولوژی شما شکل میگیره باید حسابی و خوب شما دقت کنید تا مطالب را خوب بفهمید و اونا را حفظ نکنید ما شما قبل از اینکه بریم و مراحل تقسیم میوسیس بخوانیم یک بار دیگه کلیاتش که م در جلسه گذشته گفتم با یکدیگر دیگر مرور میکنیم ما در اسلایدی که در اینجا میبینین دو نوع تقسیم به تصویر کشیدیم یک تقسیم میتوز که همو میتوسیس هست و یک تقسیم میوز که همو میوسیس هست خب از نظر تعداد حجرات به وجود آمده و حجرات اولیه و اندازه اونا ما اینها را با یکدیگر مقایسه میکنیم در تقسیم میتوسیس سلول والد یا حجره والد ما و شما در پایان دو تا حجره دختری را به وجود میاره که این دو حجره از نظر تعداد کروموزوم و از نظر اندازه با حجره اولیه که حجره مادری نام داره کاملا با یکدیگر یکسان خواهد بود اما در تقسیم میوسیس که مراحل از و چگونگی وقوعش امروز با یک میخوانیم از هر حجره والد ما در طی دو فرایند تقسیم پشت سر هم یعنی در مرحله اول که در اینجا هست دو سه حجره دختری و در مرحله دوم در نهایت چهار حجره دختری را خواهیم داشت به طوری که میتونیم بگیم در پایان میوسس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود می آید که این تقسیمات مخصوص حجرات جنسی بود اما تقسیم میتوسیس مخصوص حجرات جسمی هست زمان وقوع اینا کی هست؟ تقسیمات میتوسیس از زمانی که لقاه انجام میشه و زایگوت 46 کروموزومی شکل میگیره شروع به انجام هست تا زمانی که انسان رشد میکنه بزرگ میشه بالغ میشه باید تمام سیستم ها و ارگان های بدن ما و شما رشد کنه باید تقسیمات جسمی ده حجرات اتفاق بیفته و بعضی از حجرات هستن که بعد از بلوغ تقسیمات اونها متوقف میشه اما بعضی دیگه تا آخرین روز حیات ما و شما باید تقسیم میتوسیس خودش ادامه بده من جمله حجرات خونی حجرات جلد ما و شما که در جلسه گذشته در مورد از اونها با یکدیگر مفصل صحبت کردیم اما در حجرات جنسی در زمان بلوغ اتفاق میفته حالا با توجه به سن بلوغ متفاوت است در دختران زودتر و در پسران دیرتر رخ میده اما چگونگی رخ دادن این نوع تقسیم و وقایع هر مرحله کاملا در زن و مرد یکسان است آنچه که باعث تفاوت تقسیم میوسیس در زن و مرد میشه در پایان تقسیم یعنی در همو حجرات یا گامت های به وجود آمده است حالا تصویر میبینین که چهار حجره به وجود آمده کاملا از نظر اندازه با یکدیگر یکسان هست از نظر تعداد کروموزوم این حجرات به وجود آمده نصف کروموزوم اولیه را داره اگر حجرات مادری 46 عدد کروموزوم داشته باشه در دا پایان تقسیم میوسس هر حجره دختری 23 عدد کروموزوم خواهد داشت اما ای که این مراحل تقسیم میوسس چگونه رخ میده و چرا دو مرحله پشت سر هم تقسیمات دو مرحله هست را انشالله امروز با یک میخوانیم خب شاگردای خوب یادتان هست برای شما یک کلمه رمزی را من یاد دادم گفتم این کلمه رمزی را به خاطر بسپارید تا بتونید مراحل تقسیم کلا مراحل تقسیم شما فراموش نکنید خب او کلمه رمزی ما و شما چی بود حالا یک کم فکر کنین تا به یاد شما بیایم خب شاگردای خوب او کلمه رمز که ما به شما یاد دادم و یادتان آمد آفرین به او شاگردایی که درس خوب خواندین خوب خواندن من گفتم که کلمه پومات یک کلمه رمز باشه بین ما و شما تا ترتیب مراحل تقسیم چه در میتوسیس و چه در میوسیس فراموش نشه کلمه پیش نشان چی بود؟ به نام پروفاز حرف میم میتافاز حرف الفش آنافاز و حرف ت تیل و فاز بود خب حروف اول کلمات در کنار یکدیگر گذاشتیم ما و شما و کلمه پومات ساختیم حالا امروز ما برای شما میگم که تقسیم میوسس دو تقسیم پشت سر هم است اما با یک اینترفاز ما تقسیم میوسس به دو مرحله تقسیم میکنیم میوسیس یک و میوسیس دو هر کدام از اینا همین مراحل به ترتیب در خود داره طوری که ما اونها را به نام وقتی که زمانی که تقسیم میوسیس میخوانیم چهار شی به این صورت نامگذاری میکنیم پروفاز میوسیس یک مرحله دوم میتافاز میوسس یک مرحله سوم آنافاز میوسس یک و چهارمین مرحله تیلوفاز میوسس یک ترتیب همون مراحل هسته اما نام تقسیم میوسس میشه و حتما میوسس یک باید قید بکنیم در تقسیم میوسس دو پروفاز میوسس دو میتافاز میوسس دو مرحله سوم آنا فاز میوسس دو و آخری تیلوفاز میو سیس دو بین تقسیم میو یک و میو 2 دو ما انترفاز نداریم مرحله انترفاز قبل از شروع تقسیم میو هست انترفاز که همو مرحله آمادگی حجره بود پس تقسیم میوسس، در واقع دو مرحله یا فرایند تقسیم حجرات هست با یک انترفاز اولیه بدون اینکه حجره وارد انترفاز دوم بشه وارد میوسس دو میشه و باز وقایه هر کدام از این مراحل آن مراحلی را که متفاوت هست با تقسیم میتوسیس با یکدیگر میخوانیم تا ببینیم که چه مراحلی رخ میده و چگونه یک حجره تبدیل به چهار حجره میشه خب شاگردهای خوب ما یک چیزی را به یاد داشته باشین که ما و شما گفتیم که تمام حجرات بدن بدن ما و شما دارای 46 عدد کروموزومه بخاطر خاطر دارید که در جلسات گذشته ما برای شما گفتم که این 46 عدد کروموزوم به صورت 23 جفت کروموزوم است یعنی کروموزوم های بدن ما و شما در هر حجره ای از بدن از هر نقطه ای از بدن که ما در نظر بگیریم دو دو کروموزوم ها دو جفت دو تا دو تا به یکدیگر شباهت داره به همین خاطر هست که ما و شما جانداران دو این کرومزومی هستیم حالا این دو این کرومزومی یعنی چه؟ الله در سالهای بعد به طور مفصل میخوانین اما همینقدر بدانید که این دو این کرومزومی یعنی کروموزوم های ما دو تا دو تا به یکدیگر شباهت داره خب مرحله اول تقسیم میوسیس یک با یک دیگر میخوانیم که اگه به خاطر داشته باشید یک سری وقایعی در پروفاز میتوسیس اتفاق میافتاد که در اینجا هم مشترک است مانند ای که قشای هسته در حال ناپدید شدن بود در او تقسیم میتوسیس هم قشای هسته در حال ناپدید شدن بود که به صورت نقطه چین نشان میدادیم دیگه سنتروزوم ها یا سانتریول ها که دو تا جسم استوانه ای عمود بر هم بود در نزدیکی هسته بود که در هنگام تقسیم حجروی دو برابر میشد به دو قطب حجره حرکت می کرد و یک مورد, دیگه که باعث تفاوت بین پروفاز تقسیم میوسیس و پروفاز تقسیم میتوسیس میشه در آرایش تترات هست اما حالا ما و شما میخوایم ببینیم که این تترات چی هست و چگونه اتفاق میفته و تا کی ما آرایش تترات داریم خب شاگردای خوب حالا ما و شما وقایعی که در تقسیم پروفاز اتفاق میافتد میکشیم این یک حجره ما هست حجره مادری که در هسته این حجره رشته های کروماتین ما داریم گفتیم قبل از اینکه حجره وارد تقسیم حجروی شوه در ابتدا ماده وراثتی یا اطلاعات ژنتیکی در داخل هسته در رشته هایی به نام رشته های کروماتین هست اینترفاز تی میکنه و از تبدیل میشه به کروموزوم این رشته های کروماتین داخل هسته به کروموزوم تبدیل میشه که به عنوان نمونه ما چهار تا از این کروموزوم ها آره را میکشم از 46 عدد ما اینجا کروموزوم داریم خب حالا وقایع مرحله پروفاز میگیم پروفاز میوسس یک خب در این مرحله حجره ما و شما قشاش در حال ناپدید شدن است چون قشا در حال ناپدید شدن است ما قشای هسته ببخشید قشای هسته در حال ناپدید شدن ما قشای هسته را به صورت یک نقطشین میکشیم سانتریول ها که دو جسم استوانه عمود بر هم بودن به دو قطب حرکت میکنن دو برابر شدن و به دو قطب میرن یکی به قطب پایین میمونه و یکی به سمت قطب بالا در حرکت هست در بین از اینا در بین دو تا سانتریول یا سنتروزوم ما یک رشته ای را شاهد هستیم که در حال پیدایش هست به نام رشته های دوک جنس از این رشته ها از پروتئین هست خود از اینا سنتروزوم سنتروزوم یا سانتریو یول هست خب حالا چیزی که در اینجا مهم هست ای کروموزوم ها هست کروموزوم ها در حالت عادی دو بازو داره که در یک نقطه به نام سنترومر سنترومر به یک دیگه میچسبه هر بازو یک کروماتید نام داره هر کدام از اونا از اینها به نام کروماتید یاد میشه که این دوتا را با یکدیگر در کتاب کروماتید خواهری هم می نامن. تفاوتی که در پروفاز میوسس یک وجود داره ای هست که ای چلوشیش عدد کروموزوم موجود در بدن ما و شما که دو تا دو تا شبیه یکدیگر هسته اینج میایه به دیگر میچسبه یعنی ما در این مرحله کروموزوم هایی را داریم که چهار تا بازو داره کروموزوم های چهار بازوه به همین خاطر هست که به این کروموزوم ها یا به این آرایش یا به این شکل تتراد گفته میشه حالا این کدام کروموزوم است همون دوتا کروموزومی که با یکدیگر به اصطلاح همتا یا هومولوگ گفته میشه ما به چه کروموزوم های همتا یا هومولوگ میگیم میگیم به دو کروموزومی که از نظر اندازه و از نظر ساختار و اطلاعات مشابه یکدیگر باشن یعنی در بدن ما و شما که 23 جفت کروموزوم وجود داره این 23 جفت دو تا دو تا به یکدیگر میچسبند در مرحله پروفاز میوسیس یک و ما آرایش تتراد یا کروموزوم چهار کروماتیدی داریم اینجا کروموزوم های تتراد ما برای شما میکشون که این کروموزوم های تتراد ما و شما باعث شده که ما یک تفاوتی را بین تقسیم میتوسیس و میوسیس ببینیم دیگه در بقیه وقایعی که در این مرحله رخ داده هیچ تفاوتی نیست اونجا هم قشای هسته در حال ناپدید شدن بود این هم به همین صورت بقیه هم است فقط ما در این مرحله تتراد داریم این چهار تا بازو متعلق هست به دو تا کروموزوم در سوالات کنکور زیاد از این موضوع استفاده شده یکی سوال میشه که آرایش یا شکل تتراد در کدام مرحله به وجود آید در کدام مرحله از بین میره و چی کروموزوم های با یکدیگر تتراد میشن این تتراد ها چه اتفاقی میفته برای از اینا که باز در اسلاید ها مرحله به مرحله میرا برای شما تشریح میکنم اما در ابتدا ما تتراد مفصل ده پای تخته برای شما گفتم تا هر جا کلمه ای تتراد آمد شما او را درک کنین که تتراد چی بوده خب پس گفتیم که قشای هسته در حال ناپدید شدن است سنتروزوم ها یا همو سانتریول های دو برابر شده به دو قطب میره رشته های دوک در حال به وجود آمدن است کروماتین به کروموزوم تبدیل میشه و کروموزوم های همتا یا هومولوگ آرایش تتراد گرفته و به دوک وصل میشه حالا در اسلاید هم برای شما یک نمونه تتراده نشان دادیم یک کروموزوم چار کروماتیدی هست که از ناحیه سنترومر به یک دیگر متصل شده یک نکته ای را همینجا خوبه برای شما شاگردا یه خوب ما بگم که همیشه این ناحیه سنترومر در وسط کروماتیدها ها نیست که ما و شما فکر کنیم درست در نقطه وسط از نظر طول و اندازه قرار داره نه گاهی وقتا ناحیه سنترومر بالاتر است گاهی وقتا پایین تر ناحیه سنترومر محل اتصال است جایش برای ما و شما نمیگه میگه جایی که بازوهای کروماتیت به یکدیگر دیگر می چسبن، محل سنترومر است در اینجا ما دو سنترومر مجاوره هم داریم چون دو تا کروموزوم داریم که در مجموع چهار عدد کروماتیت خواد شد خب مرحله بعدی مانند تقسیم میتوسیس اگر به یاد داشته باشید در دا تقسیم میتوسیس کروموزوم ها در وسط حجره ردیف میشد ما در تقسیم میوسیس از مرحله پروفاز میوسس یک دیگه کلمه کروموزوم نمیگیم میگیم تتراد چون آرایشی که به خود گرفته کروموزوم های ما تتراد نام داره خب قشای هسته کامل از بین رفته اینجا دیگه حتی نقطه چین هم نمی کشیم تترادها در وسط حجره ردیف میشن اینجا ما کروموزوم نمیگیم چون کروموزوم دو کروماتید داره اما تترادها چهار کروماتید داره خب در تصویرم شما این مراحل میبینین که رشته های دو کامل به وجود آمده یک رشته از قطب بالا و یک رشته از قطب پایین که در تصویر مشخص شده میایه و در ناحیه سنترومر به تترادهای های ما میچسبه حالا تترادهای های ما در وسط حجره گاهی وقتا به جای کلمه وسط استوای حجره هم گفته میشه استوا ناحیه وسط حجره هست ردیف میشه حجره ها تتراد ها در مرحله بعد که آنافاز میوسیس یک نام داره مانند تقسیم میتوسیس که اگر به خاطر داشته باشید گفتیم با کوتاه شدن رشته های دوک در تقسیم میتوسیس کروماتید های یک کروموزوم از یکدیگر جدا میشد و یکی به قطب بالا و یک کروماتید به قطب پایین میرفت اما در اینجا تترادها از یکدیگر جدا میشن چون ما کروموزوم ها دوتا دوتا به یکدیگر چسبیده بودن پس با کوتاه شدن رشته های دوک چی میشه؟ تترادها از یکدیگر جدا میشه همینجا دقت کنید اگر در کنکور یا جایی برای شما سوال کنه که در کدام مرحله تقسیم میوسس تترادها از بین میره آرایش تتراد از بین میره ما و شما میگیم در پروفاز میوسس یک تتراد آرایش تتراد به وجود می آید و در آنافاز میوسس یک دوباره پس تتراد ها از بین میره کروموزوم ها از بین نمیره شاگردان آرایش تتراد از بین میره چون دیگه چهار تایی از یکدیگر جدا میشه و یک کروموزوم به قطب بالا و یک کروموزوم به قطب پایین آید. گاهی وقتا در سوالات کنکور شکل یک مرحله تقسیم میده برای شما و میگه شما با توجه به این تصویر حدس بزنین که اولا چینو نوع تقسیمی هست میتوسیس هست یا میوسیس و دوما کدام مرحله است حالا انشاءالله در درس بعدی ما از این نمونه سوالا برای شما خواهم آورد خب در تصویر ما و شما همینجا دقت میکنیم میبینیم که رشته های دوک کوتاه شده و در دو قطب ما کروموزوم داریم اگر در دو قطب کروماتید داشتیم میشه تقسیم میتوسیس اما ما و شما اینجا کروموزوم داریم پس ما و شما میفهمیم که این یک نوع تقسیم میوسیس بوده خب وقایع مرحله چهارم که تیلوفاز نام داره ده حجرات نباتی و حجرات حیوانی قدری همین تقسیم شدن سایتو پلازم و قشای حجروی متفاوته که در جلسات گذشته به این موضوع اشاره کردیم این تصویر متعلق به حجرات حیوانی هست خب قشای هسته در حال به وجود آمدن قبلا هم به این موضوع اشاره زیاد کردم تاکید کردم که این به خاطر بسپرید که آنچه در مرحله تلوفاز اتفاق میفته تقریبا برعکس یا ضد یا مخالف اتفاقات مرحله پروفاز است خب در اونجی قشای هسته در حال ناپدید شدن بود اما در اینجی قشای هسته در حال به وجود آمدن است خب رشته های دوک در مرحله پروفاز به وجود می آمد اما در مرحله تیلوفاز باید رشته های دو کم کم چی شوه از بین بروه خب سایتوکنیز در حال وقوع است این فقط ای وقایی که در اینجا گفته شد مخصوص حجرات حیوانی چرا؟ چون ما و شما می دانیم در حجرات نباتی ابتدا تیلوفاز رخ میده به پایان میرسه بعد سایتوکنیز اتفاق می افتاد ولی در حجرات حیوانی همزمان با مرحله تیلوفاز مرحله سایتوکنیز که همو تقسیم شدن سایتوپلازم و قشای حجره بود هم اتفاق می افتاد. پس با توجه به این نکته ما حجره حیوانی را داشتیم بررسی میکردیم که مرحله تیلوفاز هست. خب اینجا میگه تترادها در حال تبدیل شدن به کروموزوم و سپس به کروماتین هست خب تطرات ها که از دیگه در مرحله آنافاز جدا شده بودن حالا این کروموزوم ها بدون از این که بره مرحله انترفاز و در مرحله اینترفاز مجددا دو برابر شوه وارد مرحله میوسس دوم میشه به خاطر از که تعداد کروموزوم ها قرار نیست برابر حجره مادری باشه قرار تعداد کروموزوم ها نصف باشه در مرحله تقسیم میوسس دو چه اتفاق رخ میده حالا از این به بعد دیگه تمام وقایع مشابه تقسیم میتوسیس هست فقط نام این مرحله متفاوته حالا ما و شما در پای تخته دوباره مرحله دوم میوسس یا مراحل میوسس دوره با یکدیگر مرور میکنیم خب شاگردای خوب, خوب، این وقایعی که در پای تخته ما برای شما کشیدم پروفاز میوسس یک بود یعنی زمانی که ما آرایش تتراد داشتیم حالا ما و شما زمانی که همین حجره به میوسس دو میخوارید بشه این به میوسس دو ما میگیم دیگه ما این انترفاز اولیه نداریم تتراد را هم دیگه نداریم چون تتراد مربوط به پروفاز میوسس یک بود حالا کروموزوم ها جدا شده همین کروموزوم ها میره به میوسس دو وارد میشم خب در پایان مرحله میوسیس یک به دو حجره رسیدیم که این حجرات ما کروموزوم های همتا یا هومولوگ یا تترات از اونا از یکدیگر جدا شد قشای هسته اینا هم کامل به وجود آمد هر کدام از اینا وارد میوسیس دو میشه وقایع میوسیس دو مانند پروفاز، میتافاز، آنافاز و تلوفاز میتوسیس هسته من دیگه دوباره وقایع او مرحله را نمیکشم اما توضیح برای شما میگم هر کدام از این حجره وقتی وارد مرحله پروفاز شد مجددا قشای هسته در حال ناپدید شدن میشه سانتروزوم ها یا سانتریول های دو برابر شده به سمت دو قطب حرکت میکنه و رشته های دوک در مابین از اینها در حال به وجود آمدن هست قشای هسته را نقطه چین میکنیم در دا داخلش هم که ما در درون هم که ما کروموزوم داریم دیگه اینجا کروماتین نداریم به خاطر از اینکه اینترفاز نرفته خب در مرحله بعدی یعنی در مرحله میتافاز میوسس دو همون گونه در تقسیم میتوسیس کروموزوم ها ردیف بود اینجا هم کروموزوم ها در وسط حجره ردیف میشه از این به بعد وقایع کاملا مشابه میتوسیس هست اما چون مرحله دوم میوسیس هست نامش میشه میتافاز میوسیس دو خب در مرحله آنافاز کدوم مرحله بود؟ مرحله ای بود که جدا میشد کروموزوم ها کروماتیت های از اونا با کوتاه شدن رشته های دوک از یکدیگر جدا میشد در آنافاز این رشته های این کروماتیت... کروماتیت ها از یکدیگر جدا میشه تلوفاز هم همزمان اتفاق میفته در نهایت از هر کدام از این حجرات ما دو حجره داریم که از نظر اندازه با حجره اول در مردان مشابه و در زنان متفاوته حالا ما و شما اگر این را از نظر اندازه درست نکشیم خطای دست هست هر کدامش دوتا حجره میشه دوتا مال حجره پایین و دوتا مال حجره بالا خب چیزی که مهم هست تعداد همین کروموزوم ها هست در هسته بیست عدد کروموزوم داریم که هر کدام از اینها بامت نام داره. ای از چگونگی مراحل تقسیم میوسیس هسته. پس اون چی که تفاوت داره و اون چی مهمه و ما شما باید دقت داشته باشیم در مراحل میوسیس یک هسته. چون ما تتراد رو به وجود در اون مرحله تتراد به وجود میاد و ما تتراد دنبال کردیم کتاب کجا پیش رفت. ولی در میوسیس دو کروموزوم هست و وقایش مشابه مراحل میتوسیس است. فقط نامش فرق داره دیگه میوسیس دویا ولی در میتوسیس ما یک و دو نداریم فقط میتوسیس داریم خب شاگردای خوب درس ما و شما اینجا در این جلسه نهم به می میرسه ایشالا که مراحل تقسیم میوسیس به خوبی یاد گرفته باشید حتما حتما بعد از اینکه درس ما و شما تمام شد کتابهای خودتان مطالعه بکنین و تصاویری از مراحل تقسیم میوسیس در کتابچه های خودتان بکشید که این کار به شما در یادگیری بسیار کمک خواهد کرد تا جلسه بعدی همه شما شاگردای خوب خوده به خدای بزرگ و مهربان می سپارم خدایا رو نگهدار شما